برای بررسی همین موضوع همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا واشنگتن همراه ماست. آرش، هر دو سناتور امضا کننده نامه در کمیته کریپتوکارنسی هم عضویت دارن. اهمیت این هشدار اما به دولت بایدن از طرف کنگره چیه؟ اهمیتش این است که دولت بایدن تا حالا میگوید به خاطر نداشتن نیروی کافی در وزارت خزانه داری امکان این را نداشته است که بخواهد برای بسیاری از این تحریم هایی که وضع می شود یا بازارهایی که جدیدی که در کریپتوکرنسی به وجود می آید بخواهد نیروی انسانی بگذارد و یکی یکی برود سراغ این شرکت ها ببیند کدومشون چه کاری انجام میدن. در مورد بعضی از این بازارها یا مارکت های کریپتوکرنسی مثل بایننس، ما میدونیم که در حدوداً دو سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس اعلام جرم کرده به خاطر اینکه میگفت صدها میلیون دلار تراکنش هایی که از طریق آمریکا انجام شده است به ایران رو بایننس تسهیل کرده و بایننس میدونسته که این کارش غلط است و مخالف تحریم هاست، با این حال انجام داده است. همین خودش نزدیک یک سال نیم برای وزارت دادگستری طول کشید. در نهایت بایننس هم محکوم شد، که از مدیرانش هم 4 ماه زندانی شد در نهایت و بعضی ها میگفتن حتی تا 900 میلیون دلار تراکنش انجام شده است به رمزارز به ایران، به کریپتوکرنسی. بنابراین الان دولت بایدن بعد از این نامه ای هم که سناتورها بهش دادن، هر دو سناتورهای دموکرات هستن، بعد اضافه کنم خانم الیزابت وارن که یکی از سناتورهای سرشناس دموکرات هست و آقای انگس کینگ هم با اینکه مستقل هست مدت ها سناتور هست و حدودا 2-3 دهه هم هست که با دموکرات ها شور و مشورت میکنه، تو جلسات دموکرات ها حضور داره، با اونها رأی گیری میکنه، بنابراین به نوعی دموکرات حساب میاد. اینکه سناتورهای دموکرات مخصوصا پس از اتفاقی که در اسرائیل روز 7 اکتبر افتاد و بعد هم مشخص شد که گروه های که امریکایی ها بهشون تروریستی میگن مثل جهاد اسلامی، مثل حماس، از کریپتوکرنسی استفاده کردن، از اروپا، از آمریکا، از خاورمیانه، از مقصد ایران بهشون کریپتوکرنسی فرستاده شده است، باز هم صدها میلیون دلار، شاید هم میلیاردها دلار. این باعث شده است که الان به تکاپو بیافتن دموکرات ها برای اینکه بخواهند در طرح جدید کریپتوکرنسی خودشون غیر از اینکه بخواهند تحریم بگذارند، بیان اجرای تحریم ها رو هم براش نیروی انسانی بیارن، برای اجرای تحریم هایی که دولت بایدن اینجا در کنگره تحت فشار هست، نه فقط در زمینه رمزارزها و بیت کوین و کریپتوکرنسی، در زمینه نفت، در زمینه محصولات پتروشیمی فشارها در کنگره در حال تشدید شدن هست به دولت بایدن برای اینکه تحریم ها رو وضع کنن، دولت بایدن اجرا کنند. متشکرم از توضیحات آرش علایی از کنگره آمریکا واشنگتن همراهمون بودید.